این زنان جوان با ساز ریتمیک طبله‌های تمبوریتوی پاناما در جاده‌های شهر پوپری در ولایت لوس سانتوس با ظرافت می‌رقصند. آنها در یکی از چندین جشنواره‌هایی که هر ساله برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند تا سنن و افتخارات فرهنگی کشور خود را برجسته سازند. این رویداد فرصت برای به نمایش گذاشتن زیبایی، رنگ و کار مغلق پویراهای دست ساخت است. پویرا از یک دامن و بلوز که ریشه اسپانیایی دارد ساخته شده و یکی از مشهورترین لباس‌های ملی پاناما است. از کودکی در گروه‌ها و جشنواره‌های فولکلوری شرکت می‌کنم و به آن علاقه‌مند می‌شوم. کسانی که لباس پویرا می‌پوشند و تهیه می‌کنند می‌گویند ساخت این طرح‌ها را دوست دارند. ایلیا ملگار یکی از طراحان میگوید تعداد از صنعتگران برای چندین ماه بالای ساختن یک دست لباس کار میکنند و پویراهای گران قیمت میسازند. برای دوختن این لباس وقت را تعیین نمیکنیم، بلکه تمام روز کار میکنیم. اگر بخواهید یک پویرا را در 6 تا 8 ماه بدوزید، باید تقریبا هر روز حداقل در تمام طول روز بدوزید. نیلی والاسکا لباس پویرا را دوست دارد و حال ده ها جوره از این نوع لباس های سنتی را با زیورات شیک برای افرادی که وقت و یا پول خرید آن را ندارند به کرایه می دهد. یک پویرا با گلدوزی دقیق، شال و پکه دستی آن می تواند حدود $15,000 ارزش داشته باشد و این صرف آن نوع پویراهایی است که زیر دامن و زیورات ندارند. قیمت بلند پویراها این لباسها را به اشیای لوکس مبدل ساخته و باعث این شده تا کمتر رایج شوند. ادواردو کانو مورخ فولکلور میگوید بزرگترین نگرانی کمبود صنعتگران جوان است تا دوخت این لباسها را یاد بگیرند. ما فهرست از میراث فرهنگی بغرنج پاناما را ترتیب کردیم و دریافتیم که کمتر از 1% از نسل جوان 9 تا 18 ساله در این صنعت مشغولند. اما کانو تسلیم نمی شود. او برای حفظ سنت پویرا تلاش می کند و می خواهد این نماد میراث فرهنگی و هویت پاناما را حفظ کند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.